macchina di gioco. Le scorte sono sovraie. Hai tutti i vestiti, sei la scappa oggi. Se non la fai. Dai, le non sei più una parte. Tieni, lasciare. یه عمل معلفه به معلفه هست
مگه بجوان که تو قابل یکی مقدار حیلی بوده چند جمعه یک اگه این تا به آره ام هم باشه ام که معلفه مستقل داره هر کدوم میشه جداگانی چند جمعه یک تر بعد کافی من قابل به آره دارم چون معلفه اگه به آره ام بود معلفه ها جدا جدا همین این این بحث دارم باشه بعد باشه سی که داره مشتقات برای مرتبه کام کنمت پیوست کام از سی یک رو نوشید سی یک نوشید چه تابعی بود؟ سی یک تابعی که مشتقاتی بود مشتق چون پیوسته بود حالا سی که که می نویسیم یعنی دارای مشتقات برای تا مرتبه کام که مشتقات مرتبه کامل پیوسته هم باشه که مشتقات برای مرتبه کام پیوسته نیز باشه با این پیوستگیری اضافه میکنیم به دلیل این که بخواهد تصالی مشتقات مرتبه کام و این ترتیب مشتقی را عوض بکنیم چون که من پیوسته باشم تا هم مرتبه کام مرتبه میشه که ترتیب مشتقی را عوض کرده به اون قرار میکنم پس بس این تابع بشه سیکا خب چند جمله این تعداد مرتبه کامی چی باید باشه خب اونه ما باید این تعریف تو بیاد که اینو باید این تعریف کنه اگه این رو تعریف کنه معلوم چی باید باشه باید چیزی باشه که دقیقا هم خواست چند جمله تعداد مرتبه کار این متغیر داشته میشه چیا بود؟ خب چند تا خاصیت میتونه به ذهن تو بیاد ولی اون چی که بالاخره خلاصه میشد این بود که چند جمله تعداد مرتبه کار یه چند جمله میده از درجه کار که خودش و مشتقات میشه تا مرتبه کار بود کافی در مسابقه ها برابر بود من میخوام بگیم که در واقع بهتره که چند جمله تعداد مرتبه کار در مسابقه ها یه نوع برزه بود خب این چه خواهد بود؟ این میشه یک از این چند جمعه میشه مثلا به پی میشه xn اینجا کل مسئله این متصدره فرسه یوزی مدینه از آرهن درستان این یه چند جمله یه درجه که میشه که این خواص داره به ازای نقطه آ مقدارش برابر با کل تابع بعد تمام مشتقاتش هم تا مرتبه کام برابر است مثلا ای پی ای ایکس آی در نقطه آ برابر با FDX های در مطبعه ها تا مرتبه کام خب برای حتی در نوشتن این دوباره نفت دوشیون تا مرتبه کام به با بگیم مشتق کام این دوتا اینجاش کام نسبت به هر ترکیبی از متغیر هر کار ترکیب از متغیر خب این کاری ترکیب چیزی به نسبت مثلا میتونه به نسبت اسم بدیم به متغیر رو بگیم مثلا یک شده آی یک تا مثلا آی که آی یک تا آی که بکر هر آی یک تا آی که میتونن هر کاتایی از این دو متغیر بشن تو
پیش میگم تکرار باشه نباشه رده این میشه مش یکی از مشتبات کاره یه مرتبه کامش همه این رو باید برداشت این باید مصابه بشه با این همین مدعا از تابعه زبدن برای دانه میانده به دوم که گروه های مختلف اقدامه مختلف داشت باشن مثلا از کلاسه دیگه میان اینجا مطلع باشن که ممکن امتحانشون متفاوت باشه که مثلا خودشون برن شاید بهتر باشن فرض به اینه که اگه این چند جمعه‌ای بتونید بسازید خواهد که مشابه چند جمعه‌ای که داره یه متغیر خواهد و اما هم بخواب کاری که بکنید یکی از مسائل مهم اینجا یکی از این شکل اینه بفهمید چیه به چه شکل باید باشه یه چند جمعه‌ای بده بعد از این خواستش چیه این چرا اینه هم خواستش تصور آدم اینه که اگه در نقطه آ دود تابع نه تنها برابر باشن بلکه مشتقاتش برابر باشه مشتقات مرتبه دومش هم برابر باشه مشتقات مرتبه کامل برابر باشه اینا باید اینجوری به هم نزدیک باشد در نقطه نزدیک باشه و این تصور اینه که از حالت یه متغیره میاد و اینجا برابر باشه خب حالا بیم بسازیم مثلا ساختن یه چند چندگونه جای مشکل مثلا در یکی دوستشش رو بسیسیم از این چند جمعات مثلا به چند جمعه تلیه درجه یک چی میشه درجه دو چی میشه دیگه شکل کلی دستتون میاد چند جمعه تلیه درجه صفر البته خیلی میشن چند جمعه تلیه درجه صفر چی درجه صفر چند تن و چند جمعه درجه صفر این تابع ثابت تن و تابع ثابت که باید فقط اولی برابر باشه این تابع ثابت اینکه مقدارش چیه هم دفعه هم دوباره یعنی یه تابعی هم تو غیر چیزی در اون نقطه هم مقدار ثابت چند جمعه تلوی درجه یک رو هم میشنسید این هم تقریب خطیه شما اگه تقریب خطیه تابع رو ببینید در نقطه آر خب ما این اصلا عبارتش هم در آوردیم به تو ماشین محاسبه کردیم یه بار در میامد چی؟ در میامد اف آر به علاوه چی مجموعه مشتقات کاره F ضرب در چی ایکس آی منهای ای آی البته نقطه آ همون نقطه نیست تو باشه ادعای آی
چون در یه بار مشتبه این مشتبه رو برابر بودیم به همین میرسیم. حالا اینجا چند جمله این قسمت درجه دوش میره که من خوب زرایه میشه پیدا رو برای چی قسمت درجه دوش یا مثلا اسمشو بذاریم چی؟ بذاریم مثلا CIJ XIML و از چند جمله هایی می نویسم که بر حسب XI منهای AI باشه چون که وقتی ایکس رو آیا بذاریم، ایکس رو بذاریم ما باید ساده بشیم. برای همه آیجه های ممکن از این فرم کلی یه عبارت درجه دو ممکن دیگه به عبارت درجه دو ممکن دیگه توی کارا قبلا کردیم به طور کلی به شکل حاصل ضربه ایکس آی ایکس چه من تو ایکس آی ایکس چه رو باید تبدیل میکنم به این یه AI که هم میکنم که اضافه میکنم مثلا ایکسای میمثل ایکسای منهای AI به علاوه AI ایکس جه میمثل ایکس جه منهای AJ به علاوه AJ وقتی ضرب بکنی یه سری جوانی درجه یک بود ثابت هم میاد که میاد تو اینا جلس میشه اون قسمت درجه بروش بر حسب اینا میمون این کارش که قابل بکنم با حالا مثلا مهم اینه که CIJ چه هست پا CIJ رو بوری تعیین بکنیم که این تا مرتبه دوم مشتقاتش با مشتقات F چی بشه یکی با چیزی رو تعیین بکنیم یه چیز توجه بکنیم چون که ضرب جا به جایی دیگه مثلا چیز های منهای AI ضرب در XJ منهای AJ بشه مثل یه XJ منهای AJ ضرب شده در XJ منهای AI پس این دو بار ظاهر میشه درسته؟ یه بار با یه ضریب CIJ یه بار با ضریب CGI دوباره این یک کاری که قبلا هم کردی برای سادگی این CIJ و CGI که دوبار ظاهر میشن چکار میکنیم با هم جمع میکنیم تقسیم بر دو میکنیم پس میکنیم تو ضریب با هم برابرن که دو جمله رو میتونیم با هم ادغام بکنیم یعنی فرض میکنیم که CIJ مساوی چیه؟ CGI پس این فرض هم بکنیم به این چیزی به این چیزی ضرر نمیزنه فقط جمعاتتون رو جمع جور میکنه کنار هم این کار میشه فرض کرد چه ایچای ضرر داره ایچ چه بکنه چه ایچ چه ضرر داره ضریبا رو هم جمع کنید تقسیم از رو کنید به بزنید میزنید این کار راحت قبلا هم وقتی که ما بدن جمعاتی محدود از من میبوردیم یه ماتیسی متقاره میزد سوکم هم کار میدرد کار میدوارد پس این هم فرض کنید حالا با این فرضه ما این ضرایب CIJ رو باید پیدا بکنیم خیلی چیز عجب و غریبی نفرد حالا حساب شد میدیم من درجه دوش حساب بکنم یه کار دست کنیم به درجه سه چهار هر درجه یه چیزی باید حساب بکنیم خب یه حساب کنیم چیزی باید پیدا بکنم باید مشتقات دوم این برابر باشه با مشتقات دوم تابع بوده پس دو بار از این مشتقات بگید یک مطابق مشتقات دوم بزنید که به چی نمیشه باید مشتقات دوم هم مثلا پی دو نسبت به ایکس بای ایکس جه در نقطه آ مساوی بشه با مشتقات دوم خود تابع اول اف نسبت به ایکس بای ایکس جه در نقطه از این نمی که نتیجه خب یه حساب کنید خیلی سریع به دست نمید از این دوبار مشتع بگیرید چی میشه جمله ثابت که دفعه اول نامون میشه جمله درجه یک بار دفعه اول که مشتع بگیرید میشه ثابت بعدن که مشتع بگیرید میشه سه فقط میمونه مشتع بگیرید و از این مثل دیکس آی یک حال به هر ترتیبی اول نسبت به ایکس جی بعد از به ایکس آر مشتبه بگیریم از این نسبت به ایکس جی که مشتبه بگیریم چی بوده؟ این ضریبا میاد بگیریم چون مشتق ایکس جی به نوع آجی که یه ضریباش بگیریم دفعه بعد که از ایکس آی مشتبه بگیریم چی میشه؟ دفعه بعد از ایکس آی مشتبه بگیریم این هم از بین میریم میشه یه فقط یه سی آی جی بگیریم خب بودا چند دفعه این کار انجام بدیم چون ما فرض کنیم دو بار مشتق پذیر با مشتق دوم پیوسته است مشتق از ایکس های بعد از ایکس جه و ایکس جه بعد از ایکس های با هم برابر میشن دیگه درسته
برای من یه بار سی آی جی به دست میشه، با سی جی آی به دست میشه، دو تا یه برابر هست، پس میشه بگیش دو سی آی جی بسی طرف چپ میشه دو سی آی جی. یه دفعه اول مثل پیکسی مشتقی این مرده میشه دو تا سی آی جی بده، یه بار اول مثل پیکسی آی بعد مثل پیکسی سی جی آی بده، یه طور که برابر پس کرده این یه دست هفار میشه دو سی آی جی. خب این مساوی میشه با چی؟ مساوی میشه با مشتق دوم اف نسبت به ایکس آی ایکس جی در آنفل. خب پس سی آی جی حساب کنید، سی آی جی ضریب جمله درجه دوم همگن هست میشه یک دوم چی؟ مشتق دوم در آنفل. خب این زیاد درجه نیست، این حالت یه متغیره، حالت یه متغیره ضریب جمله دوم چون یک تقسیم دو فاکتوریال مشترک دو فاکتوریال داشتن هم هم پس فرد نیست مثل یادآوری دو رو بشه که دو فاکتوریال هم رو نیست. پس جملات مرتب دوم بعضش مشخص شده ببینم. ببینید اگه ایکس آی ایکس هم برابر باشه همین به دست میاد، این دو تا متغیر یکی بگیری میشه ایکس آی من های آی به توان دو مشتق که بگیرید یه دو میاد دیرون دفعه اول بعد دوباره یک میشه چه دو برابر سی آی آی. پس این اصلا کلا برقرار میشه اگه آی جی هم برابر باشه هم ضریب شد. خب این به ما میگه که چند جمله تکرار اون چیزی که میخواستیم جمله دومش چه شکلیه. جمله دومش بنابراین میشه چه جوری؟ جمله دومش میشود جمله همجن درجه دو میشه مجبور دیگه یک تقسیم دو فاکتوریه در جلوش در مجموعه همه نتیم بسه همه آی جی ها درست بودیم همه آی جی از این بدین چی؟ مشتق دوم اف در نقطه آ در نسبت ایکس آی ها و ایکس جی های ممکن در نقطه آ ضرب در ایکس آی من های آی ضرب در ایکس جی من های ای. این شکل عبارتی در جمعه حالا مثلا درجه سه شو بخواهی حساب بکنید چی میشه؟ حالا دیگه روش به دست میمه اگه خواستی درجه سه شو حساب بکنید بله این جمله چی اضافه میکنید؟ این تمام مجموعه ممکن حساب به سه اندیس ممکنه آی جه و که مثلا درست؟ باید سه بار که مشتق بگیریم اون ضریب حساب بشه. خب مثلا مثلا نمونه بزن من بنویسم دیگه بقیهش کاری نداره تو کتاب رفته نوشته خودتون رو بنویسید جمله همجر درجه سه مثلا به این شکل هم گره هستش مشکل نیست چون سه بار مشتق بگیریم سه بار که مشتق بگیریم به این یکی در میاد یک تقسیم از سه فاکتوریه مجبور نسبت به همه آی جه مثلا که های آکر واسه چیز دیگه به کار بریم خود جمله بود خود درجه بود مثلا میرسم آی جه ال آی جه ال های ممکن از یک تا این مشتق سوم مثلا نسبت به همه ایکس آی ایکس جی ایکس ال های ممکن در نقطه آ ضرب در ایکس آی من های ای آی ضرب در ایکس جی من های ای جی ضرب در ایکس ال من های ای ال مثلا این درجه سه همگه درجه از یه همچه چیز مهم اینه که این شکل اینا رو شما در دست پشه بکنم میخوام یه مثال رو بزنیم بعد همین تو ادامه بدید مثلا درجه کش چی میشه درجه که رو بخوام بنویسید خواهد از دیسپوزیش رو باید باید تو کجوری همیسه رو بنویسید برسید یک تقسیم برای چند جمعه درجه کش میشه یک تقسیم کا فاکتوریه این موقع را کات هفته فیسی باید بده بکنی آقای دیگه که مشکله و بهتره بدونیسید چی مثلا برسیم مثلا آی یک تا آی که این خود اینجا رو یه اندیس بگیم
کل هر مثال رو می‌زنیم آیه تا آیه یعنی که در مثل بعد چی اینجا داری مشنف کامه نسبت به همه اینا آیه تا آیه در نقطه ها ضرب در مثلا ایکس آیه که من های ای آیه تا ایکس آیه که من های ای این فرم کلی نمرات چند جمله این تیلر با همین مشتقیه این حالت که متغیره به در بسته داره قالب زنی دستان زنده ببینیم و بعد بازم کار بازه نشون مثلا فرض کنید که حالا در شما در دیجنی ها میدین که راهای میوبوری هم از برای در مثلا که متغیره میدین زرار رو بنویسیم حالا فرنگ نمان نمیده یه مثال بنویسیم که من خواهی هم راحت که شما میدین برای حساب بکنید برای در حال کار بکنید یه مثال مثلا بگیر فرض که این تابو در نظر بگیر دفع ایکس رو باید مثال بگیر من یک تفصیل بر ایکس رو باید رو حالا خب چند جمله یه تیلر هست حالا درجه ما رو نبرای کنونی نشون باشه چند جمله یه تیلر مثلا درجه سه این تابه کل نقطه مثلا کل نقطه یک سه بعدا میتونی از این استفاده کنی مثلا برای تعمیر چیزا میتونی فقط یاد بگیر اول مکانیزم نوشتن چون بطمئن باشم برای این مخواد بگیر حالا البته من برای خود فعلا از خود تعریف بنویسم ولی راهای گفتم دیگری هم هست در فقط دیگه متغیره هم استفاده بکنم ولی هر پرسنی که اینجا کامپیز بکنم خب اولا داره یه من داره بریم بسید چند جمعه این تیلر داشته باشه از مرتبه یه چیزی مثلا مرتبه سه و از سه بار مشتق بازی ما مثلا پیوست هم باشه دیده تحقیم شرط کنه خب این تابعه یه مخرج داره کنه این گرفتاره جد بکنه ولی مخرجش کجاست تست میشه با ایکس مساوی وای ایکس مساوی وای جوه یعنی این سهمیز دیده خارج این تعریف شده است و مشتق پذیر می‌دارد. خب نقطه یک صفر ما کجا از نقطه یک صفر اینجا دور از جده می‌دارد. خب برای چند جمعه این تیلر رو من می‌تونم بنویسم بله این نقطه چون در این نقطه تابع قطعاً که مشتق پذیر از هر مرتبه من کنم تنجا این تیلر در که 27000 رو چند بنویسم چون در این نقطه تابع مشتق پذیر از هر مرتبه این مشتق پذیر فقط اشکال وقتی که نه پیش میاد که اگه نقطه این رو بزن تا به تعریف شده نه نتیجه میشه نمیشه خب پس مثلا تابع سی سه هست در نقطه مثلا یک سه بنابراین میشه خب یه بنویسید خیلی راحتش این میشه حساب کرد چی لازم دارم؟ ببین عبارت دارم دیگه و مشتقات فارعی لازم دارم تا مرتبه سه مواظبه مشتقات رو بود کسل کننده باشه ولی با تحصیل کن بزنیسیم یه بار یاد بگیریم مشتقات فارعی رو بزنیسیم چی میشه؟ این رو هم بکنه یه ساده که هم بارد شده نمیسن ایکس من های وای دو به توان من های یک که راحت تر بزنیسن خب مشتق مرتبه اولش شکر وقتا رو بعد یه همون اف ایکس که میدرسن یعنی همون یه ایکس میگرد نهاد کاری به جورت مشتق کاری یه کاری بود یه دیگه تو باید تکرار بشه من دارم در اف ایکس یعنی مشتق کاری اول این حساب ایکس چی میشه مشتق بگیرید از این توان میشه من های ایکس من های وای دو به توان من های دو ضرب مشتق داخلش دیگه بود مشتق پایه یه چی میشه؟
مشتق میکنه مثل دنگاه این همون میشه مدام مشتق داخلش چون یه منکانی دنگاهی داره پس میشه دنگاهی در ایس من های وای دو به توان من های شون بعد مشتقات مرتبه دوم و سوم هم بره مثل سری مشتق مرتبه دومه این دو بار نسبت به ایکس میشه ایکس چی میشه؟ خب این هم مشتق اول دارم یه رو میگرد مثل به ایکس مشتق بگیرد این رو دو در این زر میشه میشه دو بقیه هم میشه دو ایکس من های وای دو به توان من های سه بعد لازم دارم اف ایکس وای اف ایکس وای همون اف وای ایکس هم هست دیگه چون دو بار مشتق پذیر با مشتق پذیر بسته هست به تو هم برابر میشه این میشه چی؟ خب باید از این یه بار دیدی مشتق بگرد از این میشه دو بار یا از این نسبت به ایکس مشتق بگرد از این نسبت به مثلا بار مشتق بگرد چی میشه؟ خب منهای دو در این زر میشه میشه دو داخل این هم مثل دو بار مشتق بگرد یه منهای دو بار میاد پس میشه منهای شمار بار در در چی؟ ایکس منهای بار دو به توانه من سه یه مشتق برای مردم دوم دیگه هم داریم از این یکی باید مثل تو بای مشتق بگیم یه حاصل زمین دو که عبارت که تو هر دو بای هست پس تو دو جمله یکی مشتق دو بای که میشه دو در که ایکس من های بای دو به درام این های دو یه بار دیگه میشه چی؟ به علاوه دو بای زمه مشتقه نسبت به بای خب یه منهای دو اول من زمه شد میشه منهای چهار بای بعد در منهای دو بای هم زمه شد میشه به علاوه هشت بای بود درسته هشت بای دو ایکس منهای دو دو به توان منهای دو شد یه منهای دو بای یه منهای دوه یه منهای دو بای چهار بای در این زمه پس این تو مشتقات مرتبه دوم مشتقات مرتبه سومش هم لازم داره دیگه درسته یه بار دیگه هم مشتقات دیگه یعنی نداره به دلیلی میخوام اینه تا یه جیگه دومه دیگه هم ببرم جلو سه بار نسبت به ایکس مشتقات بگیری چی میشه؟ سه بار نسبت به ایکس مشتقات بگیری و مشتقات دوم نسبت به ایکس یه بار دیگه مشتقات بگیری که من های شیش ایکس من های بای دو حالا کلا چند جور مشتق مرتبه صرف و پای داشتیم باید بینید ایکس و پای را چند جور توضیح کردیم تا مرتبه سه ایکس 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 داریم دو تا ایکس یه وای داریم یه ایکس دو وای داریم و سه تا وای داریم به چهار نو میشه چون که ترکیباتش فرق نمیکنه به چهار نو ترکیب ایکس رو خب بعدش مثلا ببینید یا هر ترکیب دیگر چون که گفتیم به علت تقارن اینا با هم برابر میشه کافی یه چه حساب بکنید این در واقع همون اف ایکس وای ایکس همون اف وای ایکس حرف بزنید این همه با هم برابر است به این دو بار خلاصی مرتبی ایسا ایکس که دیگر باید شده خب یه خلاصه از این نسبت به وای مشتبه از این اسم دوبار مشتق بگیریم یه منهای شیش اینجا داریم یه منهای دوبار میشه دوازده بار دوازده بار زرده ایکس منهای بای دو به توان منهای چهار از این دوبار دیگه شما بگیریم سریع چی میمونه حالا اف ایکس وای وای این دفعه دو بار مشاهده سبت وای و به یه بار نسبت به ایکس خب میتونیم دیگه از هم دارم بخواه استفاده کنیم دو بار این هم مثل اف وای وای را اینجور داریم یه بار از این نسبت به ایکس باید مشتق بگیریم نسبت به ایکس از این مشتق بگیریم چی میشه؟ اینجا میشه میره به این شمار ایکس من های وای دو به توان من های سه بعد از این جمله نسبت ایکس مشتق بگیریم این به عنوان ذره بیا بیرون این یه منهای دو چهار وای دو میشه منهای ایکس دو چهار وای دو ایکس منهای وای دو به توان منهای چهار بشه
بوده اف وای 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 اف سه وای هیچی میشه از اون اف وای وای یه بار اینست وای مشتر بگیم این طولانی میشه میشه من های چهار ایکس من های وای دو بود اول من های سه این یکی هم که حاصل ضرب مشتر بگیم یه بار این میشه هشت وای دو میشه شونده وای نسبت به چی موقعی مشتبه گرفته آن میشه مد های چهار ضرب در مد های دو چه هشت وای هشت وای از نسبت به موقعی مشتبه یه مد های چهار داره یه مد های دو داره چه هشت خب بعد این یکیش میشه هشت وای دو چه شونزده وای ایکس من های وای دو به توان من های سه و این پیرم بدازم این یکی این هشت وای دو میتونه از این مشتق بگیریم که من های بیست و چهار وای دو داریم در این هم ضرب میشه دو چهل و هشت وای سه به علاوه چهل و هشت وای به توان سه این بقیه میتونه ضرب در ایکس من های وای دو به توان من های چهار تا مشتقات مرتبه سوم من رو بکنم نوشته حالا اگه چند جوری پیدا رو بخوام بدوستید در نقطه یک سر باید مقدار گذاری بکنید درست مقدار گذاری بکنید در نقطه یک سر ببینید وقت بزیرا بنویسید خب این هم باید جایی دوستی کنید من این عبارت کلی رو میکنم نگه دارم اینجا جایی گوزی کنم و بنویسم بگیرم پس تو رو یه دقیقه بنویسیم چند جمله یک تیلوره در حالت یک سفر حول یک سفر یه دقیقه بنویسیم خب بذارید یکی یکی جمعه از گوزید جمله ثابتش چی میشه جمله درجه سفر جمله ثابت یا درجه صفر همون مقدار اف صفر اف یک صفر اف یک صفر چقدر اف همون اینجاست دیگه ایکس رو باید بزنیم یک بار بزنیم صفر میشه یک درست این میشه یک جمله ثابت میگه جمله درجه یکی بود چی میشه خب جمله درجه یک یعنی همگن درجه یک بده جمله همگن درجه یک فقط همگن درجه یک بر حسب چی بر باشه؟ بر حسب ایکس من های یک و وای من های صفر درسته؟ چون نقطه همون یک صفر وقت این همگن درجه یک یعنی باید بر حسب ایکس من های یک و وای من های صفر خب این چی در میاد تو عبارت خب چه مشتق نسبت به x در اون نقطه ضرب در x به توای یک مشتق نسبت به x در اون نقطه این خب این رو بزنیم یک و صفر چی میشه بزنیم یک و صفر میشه یک این صفر پس میشه من های یک کجا؟ من های یک ضرب در x من های یک درسته بعد جمله وایش چی میشه؟ میشه مشتق نسبت به وای که این باشه بزنیم یک و صفر یک و صفر به زیر اصلا میشه صفر یک و صفر راحت میمونه مثل برای صفر جمله درجه یکیش خیلی ساده در بعد درجه دوش چی میشه؟ جمله همگر درجه دو بر حسب ایکس من های یک و وای من های صفر خب حالا این فرم کلی رو اینجوری داریم دیگه یه یک تقسیم بر دو فاکتوریال چرا شروع کنم؟ بعدا چی؟ خب دقت کنید چی میخوام؟ یکی با همه ایکس آی ایکس جی آی ممکنه یکیش هست ایکس من های یک در در ایکس هم خب ایکس من های یک در در ایکس من های یک چیزوش چی باید باشه؟ مشتق دوم نسبت به ایکس در اون نقطه مشتق دوم نسبت به ایکس در نقطه این دو به ایکس به
بذارید یک و صفر، یک و صفر که بذاریم میشه چی میشه؟ دو. درسته؟ پس میدونید دو ضرب ایکس منهای یک به فرمان دو دو. جمله بعدی جمله مخصوص مثلا دیگه پشتر صفت ایکس پشتر مثلا بکنید حالا دقیقا چند تا از این را دارید؟ تمام آیجی های ممکن از یک دارید اینجا یک به دو برد چند تا دارید؟ یکی این پشتر صفت ایکس دارید بعدم با اینکه باید دارید و دو تا از این را دارید خب دو تا این دارید توش چی هست؟ تو هر کدوم ضریبش اینه به ازای یک و صفر خب یک و صفر بزر بزر بشه صفر اون را خودش صفر بزر این از این اصلا باید اجابی که خب دوی ضرب از صفر میگن ضرب در ایکس من های یه ضرب در بار تو صفر کنه بایی دو برابر صفر بعدا جمله اف بای بای داریم اف بای بای پشتر دوم نسبت به بای که توش باید بزنید دو یک و صفر جای بازی کنید یک تا صفر جای بازی کنید میشه دو اینجا میشه صفر پس فقط میشه یه دو وای به فرمانه تو وای میکنید صفر بزنید پس این میشه جمله همگر درجه دوش که اون دوی هم در داخلت پای دو میره فقط میشه اینجا بنویسم فقط میشه یه ایکس منهای یک به توان دو میشه و وای یه جمله درجه دو تو یه جمله درجه سه رو بنویسم محترم راحت بشه که اینا رو این ضریبها رو مربوط میکنه درست بعد میپردازیم به این ببین واقعا چیکار میکنیم جمله درجه سه رو بخوام بنویسیم جمله همگن درجه سه خب یه دونه یک تقسیم از صفر کنه که باید جلوش باشه خب بقیهش چیه؟ بقیهش باید از این چهار تا جمله استفاده بکنید که اینجا دارید f x x x x x y x y y y خب اینجا این ضریب جمله x منهای یک به توان سه میشه خب یه بزنید یک و سه میشه منهای شیش پس یه منهای شیش x منهای یک به توان سه خب ولی جمله بعدی نکردم جمله بعدی دو به x یه y x منهای یک به توان دو ضرب در y y از چی استفاده کنیم؟ از x x y چند فرض بذاریم؟ سه تا داریم x x y داریم x y x داریم y x x هم داریم سه تا از این جمله ها داریم ولی ضریب همه شو به علت تقارن همین حالا این ایکس رو بزنیم یک بار بزنیم سه این از هم چیز سه دیگه این از جمله از نه را چون سه برابر سه سه برابر سه به زم در ایکس نتوانی وای سه بعدیش چیه؟ بعدیش جمله است که یه ایکس داره دو تا وای داره درسته؟ این هست ایکس منهای یک ضرب در وای رو تقال حالا اینجا دوباره ایکس بزنید یک وای رو بزنید سه چند تا از اینجا وای رو دارید زدن؟ دوباره سه تا داره دیگه ایکس وای 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 ایکس وای 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 ایکس بزنید یک وای رو بزنید سه وای رو بزنید سه این جمله سه میشه این بزنید یک این میشه یک پس یه منهای چهار بیاد اون دو سه برای سه دفعه بیاد درسته پس میشه منهای دوازده هست این سه برابر من یادتون نبیاد این جمله اینجا داره میشه بعد بالاخره آخرین جمله هم این یکی سه تا وای میشه اینجا تو همین دو وای داریم اینجا x بزنید یک بار بزنید سه هر سه تا سه بعد این بعدش این سه پس کلا این هم میشه جمله درجه سه شما یعنی این میشه بعد این شیش هم میشه تقسیم که میشه منهای x منهای یک به توان سه این میشه سه
تقسیم بشه میشه منهای دو دیس منهای دو. پس اگه بخواید چند جمله یک تعداد در دیستر بنویسیم مجموع این جملات رو توی جمله یک بزنیم، جمله ثابت رو یکه و منهای دیس منهای یک و بعد این سلام بینید کار دیگه هم میتونستید تو خود اینجا باید نیست من این کنارم بگم چون در واقع نوشتن چند جمله یک که اینجا تابعی چند متقلیده معمولت ساده در میاد شما خیلی افتاد میاد آده یه متقلید استفاده کنه به این ترتیب تو بگید چه دیگه این ایکشن بدونه بای دو خودش بگید یه متقلید تی مثل این یک تیوم رو بخواهد بنویسی بوله مثلا نقطه چی؟ مثل بزنی یک بار رو بزنی سه میشه نقطه یک میشه یک من میتونی چند جمله یه اینجا میتونی سری هندسی رو در جمله دردی این چند جمله بنویسی در جایی بازیم بکنی جمعش بکنی که جمعه هستی دردیشون زیر سه در کارم میشه اگه دوست داشتی این تی رو میبینی ایکس نزمای وای دو وقتی که ایکس یک باشه وای ست باشه میگی تی یک خب شما میخواید درواقع این یک تقسیم بر تی رو این چیزی بنویسید بنویسید یک تقسیم بر یک به علاوه تی منهای یک حالا نکته اینه که اگه سری هندسی فکر بکنید که جمله معمولیش تی منهای یک این تا زمانی که قدر مطلق کمتر از یک باشه همگرا میشه دیگه درست این میگه که تا زمانی که از این نقطه شروع کردیم نرسیم به اون سهمیه در واقع خب اینا مثلا چند جمله سری هندسی شو بنویسید چی میشه در یک تقسیم بر یک منهای یک منهای یک دیگه درست پس میشه یک منهای یک به علاوه یک منهای یک به علاوه یک منهای یک به توان دو به علاوه یک منهای یک به توان سه حالا بقیهشون واقعا لازم نداره مثل همین چه بنویسید درست که این سری هندسی به شرطی که قدر مطلق یک منهای یک کوچکتر از چی میشه یک میشه. حالا اگه جایگزین بکنید به جای تی ایکس منهای وای دو را تمام جملات درجهش از سه به کم کم داده جمع بکنید که برای هم تی رو بزنید تی رو بزنید این اینجا بنویسید یک به یک میشه دو منهای تی رو بنویسید منهای ایکس برای وای دو یک منهای تی به توان دو یک منهای این رو به توان دو یه باید بسیم بسیم که تمام برسیم میشه در این سوال بیتر از اون کار رقم دید یکی من حالی ایست به علاوه ماهی دو به تمام دو خب اینه به تمام برسونه کار سمت بسیم بعدش هم یکی من حالی ایست همین باشه اینه به تمام سه برسونه یکی من حالی ایست به علاوه ماهی دو به تمام سه برسونه اینه رو به خیلی کسی مورد نیاز نخواهد چون که تمام چهار که برسونه این دو جمعه البته تموشی رو به دردم میخورم چون که اگر این رو به توان چهار برسونی حالا بقیش رو باید نمیشون خلاصه جملات رو ساده کردن میگن من میرسم میگن بعدا جملات تا درجه سه را جمع ما همون یه باید میگردم که بعضی وقتا این خودش یه سری میشه مثلا اینجا نقطه جمله بعدی تونم باز چون این توان چهار برسونی جمله ثابت دوباره خواهید بگیرید اینا رو بسته دیگه یه روش تو میشه به کار بردیگه حالا اگه بگیرید سنچه جمعه خیلی خوب حالا ببینید این به چه درد بخواهید ما فقط کار مکانیکی کردن یعنی با
ولی آیا به درد می‌خوره یا نه؟ جنگ میشه که این هم قضایایی که حالت یه متغیر برقراره اینجا برمیده عمدهش برای تحریبه و مثلا همون تغییر جاگه همشه که همون می‌نویسن و این نتیجه میشه که برمیده طور ساده از حالت یه متغیر سرنگی چیزی من یکی توضیح بدم شما اینکه یک چیزی باشاید نوزنی کرده باشید در حالت دومتاقی این مثالی که هم میکردید اما این جمله دوم من بینوشتم درجه دو این چیزی رو بگوهش دو برمان میکردم وقتی جمله درجه سه رو میگردم دو تو چیز رو بگوهش سه برابر کنم این ضرایب به بسته دو جمله یه که در حالت دو داریم ایکس دو برای دو ایکس ماهی نداره ماهی دو یک دو یک درجه سه داریم ایکس سه برای سه ایکس دو ماهی برای سه ایکس ماهی دو برای ماهی سه یک سه سه اینجا هم همون ضریبا تکرار میشه خب این حالت کلی هم درسته یعنی اینکه وقتی دو تو متغیر داشته باشید همیشه این ضریبی که به دست میاد ضریب دو جمله بست دو جمله اگه سه متغیر داشته باشه این ضرایب بست سه جمله ای اینو باز من به صورت نمادی هم نشون دادم تو کتاب که نگاه کنیم ولی من بیشتر نمیخوام وارد عدد نویسی این چیزا بکنم هر وقت ساده ساده توضیح داده شد بله اینجا ببین من اینجا داشتم ایکس ایکس بگیر جمله داریم اینجا ببینید یه ایکس ایکس وای داریم یه ایکس وای ایکس داریم یه وای ایکس اینجا هم یه ایکس بود دو تا وای پس میشه دوباره ایکس وای 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 ایکس وای 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 سه تا جمله میشه ولی اینجا که وای به توان سه فقط یه ترکیب داریم پس یک و سه و سه و یک حالا همین تو در زمین پس میخوانیم چند جمله در چهار اگه چند جمله در از چهار رو خواستید برسید چند تا داشتید با سه تا ایکس یه وای این وای رو یکی از چهار تا جا بیاد از چهار یه ذریع چهار چند تا داشتید با مثلا دو تا ایکس دو تا وای خب ایکس و ایکس وای وای به شیش تا ایکس نمیشه چون برای چهار در بین چهار جا دو تا رو میتونید اتفاق کنید برای چهار رو به دو میشه شیش پس در ایوان میشه یک چهار شیش چهار یک این ایکس برنامه ما رو تمام شد. خب حالا این به چه درد میخوره؟ این در واقع قضیه اصلی که داریم به این خیلی سال هسته با یه قاعده زنگیشی که از حالت یه متغیر هم قضیه که داریم اگر اف داشته باشیم دوباره هم جوره تابعی این سی که به علاوه یک که به علاوه یک بار مشتق وزید باشه مشتق وزید کار برنامه یک تو میشه سیاره است و بعد آن باشه یه نقطه در بود بعد کنید پی هم باشه چند جمله این پیدار در خب بعد چیز جالبی که برمارونه ایم دیده بگیم که برای هر ایکس در بیم که خط راست واسط بین آوی این هم چند جمعه که در این کار قول ماه قول نقطه قاف هست برای هر ایکس در این خط راست واسه بین آ ایکس به تمامی در یو بماند یعنی در دامنه تحریف نقطه ای مثلا باید یه نقطه ای هر خود بگه یا به مثلا سی بین آ و ایکس روی این پاره تک رو که این اتفاق می کنید دقیقا عبارت باقی مانده
یعنی چی؟ یعنی اختلافه. اختلاف تابع به ترجمه این که داره. یعنی این فیلیکسه. منهای فیلیکس. مصابه میشه با یک تقصیل در خواهی به علاقه یک پرکنیز. حالا. اینجا میرسم ایکسه. من های قابل قابل کای و علاوه یک. حالا جمله بعدی، جمله بعدی چی میشه؟ جمله بعدی دادی یه متغیره چی میشه؟ میشه مشتق کای و علاوه یک در یه نقطه نامشخصه بین من میرسیم اینجا حالا یه چیزی بنویسم اینجا به حالا اینجا میشه مشتق کای و علاوه یکم در یه نقطه مشایه و نقطه سی بین آورد رو بارتر که اینه بخواد کامل بنویسه میشه چی؟ میشه یه پت آمده اینکه نوشته اینجا فقط میبینه مجموع تمام آی یک آی که و علاوه یک های ممکن از یک تا N چی؟ مشتق کای و علاوه یکم توش چی میاد؟ مشتقات پاره یه مرتبه کای و علاوه تابعه F نسبت به همه متغیرها به که یه مرتبه که برده خب به جای نقطه A بذاریم این نقطه C که بین آمون نیست در این حالت یه متغیر هست اگر از داره شکل بخواهم ببینید چی میشه اگر از داره شکل بخواهم پس ببینید اگه این درست باشه که هست شما میتونید از چند جمله این پیدای برای مثلا تقریب استفاده کنید شما میتونید خطا رو تخمین بزنید توی جمله مشتق بعدی ببینید اینجوری تصور کنید این تابع رو این دامنه تابع این هم تابعه F به R این نقطه A چند جمله تلویب در کار در نقطه A نمیشه خب حالا چی میگه؟ میگه اگه نقطه X بگیرید که اونقدر دور نباشید یا تو خط بزنه بگیرید این نقطه X بگیرید که خط واصل بین اینا تو دامنه تعریف بریم خب اون وقت میگه که چند جمله بخواید تقریب بزنید به حال تابو در رفت بگیز میگه به جایی به جایی F بگیز اگه مقدار چند جمله رو بزنید یعنی تفاوت F بگیز و بگیز در رفت بگیز خطایی که رخ میده چقدره؟ خطایی که رخ میده به اندازه جمله پیدا رو درجه بعدی درجه کار رو علاقه یک منطقه نه در نقطه A بلکه در یه نقطه نامشخص بین آبی توی این بارد این کاملا شبیه حالت که متغیر است درجه این بازه بشید آب و ایکس که کاملا توی بینید که کاملا تر اینجا اون کار خط باید بود و روش اثبالش هم واقعا دو خطه که با من اتونید کاری که میکنید اینه که بیاید فقط یه متغیر در نظر میگیرید که این خط رو توصیف میکنه یعنی متغیرات رو محدود به این خط بهش مثلا بزنید چی بعدا چند جمله تعداد یه متغیر رو میدیرسید جایگزین میکنید به جای تی مثلا ایکس منهای آ چند جمله قضیه لاگرانژ مرتبه یک که میتونید باید قاعده زنجیری استفاده بکنید مینویسید میبینید دقیقا در میاد پس در حالا ما در واقع کار اصلی که میخوام بکنیم از این قضیه میخوام استفاده کنیم کاربرده خیلی زیاد کار داشت برای من منظور از ایکسن های ها اندازه ایجاد چیه؟ منظور از ایکسن های ها اندازه شه آخه انتهایی هم ها ایکسن های ها ایکسن های ها که من نوشتم این واقعا یه کوتاه نویسیست گفته ایکس آی یک من های A, I, E, E, the Taiwan,
مثلا همین چی؟ همین ضربه کنفیت به توانی مثلا چی نوشتیم؟ هم اینجور نوشتیم این یعنی ما دیگه خلاصه کردیم ایچه منهای آی که نوشتن یعنی تمام اصلا بهتر رو نوشتیم و این هم بردارم همه این رو توی این برسن بهتر همه این رو اینجا بنویسن بیاده ارتباطش با این مشخص باشه x آی منهای یک منهای که آی منهای یک x آی که به علاوه یک این نوشتنش خودش یعنی این دوار کامل بکنم که من به تو بجای x منهای بودم و این رو بین رو بکنم با همین زبایی که این فرش بکنم از درست بری بعضی ها اینو خلاصه بکنم من واسه اینکه نوشتن شکر که نکشه این برای واسه اینکه نوشتنش خیلی طول نکشه بعضی ها می نویسن این نیست مثلا می نویسن این مشتق جیوم در نقطه ها در ایکس منهای ها به توان جی این که می نویسن این یعنی خودی خود یعنی یه ضربه ای باید می داره این در واقع خلاصه نویسی مشتقات از مرتبه جی اف نسبت به همه متغیرهای ممکن آگه تا آی جی در نقطه ها ضرب در ایکس آی یک منهای ای آی یک تا ایکس آی جی منهای ای آی جی این کل این عبارت را تمام آی یک آی جی های ممکن از یک تا ای کل این عبارت را خلاصه نویسی میکنم به این چون مرتبه ببینید این اف جی ها یه جوری مخفف همه مشتقات مرتبه جی ها این هم همه عبارت های حاصل ضرب این شکلیه یه جوری انگار ضرب داخلی شده که همه حاصل ضرب ممکنه داره و بعد این بطور نمادی اونجوری نشون میده من هم یه دفعه اونجوری نوشتم داشتم از این نماد استفاده میکردم از این خلاصه این خب یه واقعا نوشتن کوبری کنیش به اکتر تایی به نظر میاد ولی اکتر دارم عملا مقصده میده به سبب برد نیست من اینجا از مشتقات مرتبه کوهای برنامه یه دو مرس خطا هست آه این سوال خوبی ببینید ما یه در واقع نه ولی کاری که ما کردیم کارا وابسته به این بوده به خاطر اینکه ما اومدیم از تقارن مشتقا استفاده کردیم بودیم ترتیب مشتقا رو عوض بکنیم عوض کنیم حالا جریان اینه که تو درس بالاتر ثابت میکنم اگه تابعی مثلا دو بار مشتق پذیر باشه این تقارن وجود داره به ترتیب مشتقیدی اثری نداره بطور دوبار مشتق پذیر بودن یک تابع همچنین ساده این معنیش دوبار مشتق پذیر بودن معنیش این نیست که مشتق پذیر من دارد دو کنم یه چیزی اضافه برمون داره همینطور که یه بار مشتق پذیر بودن فقط این نمره که مشتق پذیر من دارد اول ولی اینکه مشتق این که تابع دوبار مشتق پذیر بودن یه مفهوم ظریفیه به یه صورت دیگه در هر نقطه شما بگید تابع یه ماتریس نسبت این تابع ماتریسی باید خودش مشتق پذیر باشه نه یه تابع دوباره این اینه دیگه سطح تجرید بالا کرد شما نمیخواستید تا وارد اون جریان بشید تو مجرده فقط با مشتقات فارغ کار کرد و یه داستان خیلی پیچیده
من کارش نیست. ما برای ساده یک بار بیدیم تا به دوبار باشیم. این بار متفاید و متفاید. اینجام داریم که اگه اتابه داره مشتبات پاره مرتبه کام باشه و این نقطه هسته باشه این در حالی تیگه چیز استقرار ساده به شرکی معنی که با رو مشتبات بودن بدونیم تیگه شاید نگفتیم چیه ما رو چی نتیجه داریم ولی که با رو مشتبات بودن توضیحش که کار ساده ایم حتی دوبار مشتبات بودن توضیحش کار ساده ایم یعنی که به خارج بکرد خب حالا حالا مثلا یک کاری که میتونید بکنید اینه که همون مثالی که نوشتیم با اضافه به ازای یه مقداری مثلا نزدیک یک و سه فقط تمرین بزنید تا خط باشه پیدا بکنید میتونید از این برون دست بکنید خط باشه حالا خب حالا باید استفاده جدیدتر بکنید من یک توضیح بدم که چرا یک توضیح بدم چرا چند جمله این پیدا رو درسته من توی کلمه توضیح بدم چرا اون قضیه اول ساعت یا آخر ساعت قبل درسته دفعه دیگه میرسه امروز یکی همین موضوع زیاد جالب تجربه نمون شد نوشتن مرمون بود ولی برای دفعه دیگه از این استفاده های خیلی جالبی می کنید آمون خیلی موضوع جالب تر میشه باید به توضیح بدن که چرا به توضیح بدن که چرا ویدو اف ایکس دیوای مصابه می شود ویدو اف دیوای ایکس اگر که هر دو به این جریان چطوری است؟ یه راه استانداردی داره اثبات این موضوع مثل من این حالت در حال دو متغیره این توضیح بدم خیلی سریع این توضیح بدم کاملش کتاب شده شده فقط کردی این توضیح بدم بده تا حالت دو متغیره رو در نظر بگیرم یه فکر تو باید یه نقطه هم در نظر بگیم آبه من دارم فرض میکنم که مثلا دی دو اف دی ایکس دی وای و دی دو اف دی وای دی ایکس در آبه پیوستن خب ثابت کنم برابر راهی که اینو میرن که دیدی در واقع میان این کار میکنم یعنی تغییرات یک از دوقع آبه رو در نظر میگیرم پس یک وقتی آب یا تا اچ مای برنامه تغییر کنیم مای برنامه تو مصبت کنیم به هم تو به برنامه که طوری که این مستدیلی که یا میزدن توی دامنه تغییر کنیم این نقطه میشه آی برنامه اچ و به این میشه آی برنامه اچ و به برنامه که اینجا میشه آب به برنامه مستقی که اون برمیست بعد اون که بکنه اینجا در واقع اصلا واضح نیست کاملا افتکاریه اونجا این افتکار یک مبنایی داره که خیلی بیوارد میشه به یه عبارتی در نظر میگیرم به ایچه مثلا بگیم به کیو نشون بدم کیو ایچه که رو در نظر میگیرم این هست مقدار F در دو سر مستقیم به های دو سر رو ببینیم F آی به علاقه H B به علاقه K من های F آی به علاقه H B من های F A B به علاقه K به علاقه F حالا این عبارت از کجا بیاد و خود داستان داره یه چه عبارتی رفت داره به مشتر مرتبه دیگه مثلا سلوه بابتر که این زنه هست میشه کنید این رب داره به هم توی که این کسی داریم این آی برای به اجمه های اف آ که میاد تو صورت مشتق مرتبه هم دارم یه همچه این برای توی مشتق مرتبه هم دارم مدعا آدم ها که چرا باید سوید اما در این یه برای داره به همه کنید مرموزی اینجا ظاهر میشه برای این که بنویسی این عبارت دو جور میشه بهش برخورد یکی که ببینید دو تا تابع کمکی در نظر بگیرید یکی اختلاف مقدار F در دو سر قائم یکی اختلاف F در دو سر افق
یعنی چی؟ یه تابعی دیگه هم میگم بزن یه تابعی بیداریم UHK از بین دوستر افقه رو هم بگیم که F سر نقطه آیا به علاوه H به بین دوستر افقه به علاوه K به های F A به علاوه این تابع چی میگه؟ این تابع میگه به آیا به علاوه H به علاوه K به بکتر اینجوری F آیا به علاوه H به علاوه برای به کار تفتیجی هست به نمیستم آیا به علاوه H Y اینجا به نمیستم O Y اینجا به نمیستم F H این تابع در مطابق این تابع چی میگه؟ دو H Y دو اجمال میگه مقدار تابع میگم ارتب در ارتفاع ثابت وای ولی بین آی و علاوه اچ آ یعنی این در روش اختلاف بین این دو یه تابع هم هست اختلاف اون دو سر دیگر میگه ایکس کامل نیستم که هست اف خب این دو سر رو خود بدونیسته میشین اف ایکس ب برابر که مدرای اف ایکس اف در رابطه ایکس ب برابر که اینجاست ایکس ب اختلاف بین ایکس خب حالا جریان چیه؟ جریان اینه که کیو رو میشه به دو شکل برسونه کیو اچ که رو نکوی اگه یه من بنویسم یو ایچ بگم من تا یو ایچ سر وای بسید که چی میشه وای به علاوه ایچ در واقع بی به علاوه وای هم بزنید حالا من ایچ روی ایچ که به روی ایچ زد چی میشه؟ روی ایچ که دوز داریم که آی به علاوه ایچ که میشه آر که میشه پس روی ایچ بی به علاوه یه بار دیگه او یکی رو در نظر بگیرم یه بار کیو ایچ که مساوی میشه با یو ایچ بی به علاوه که به ایچ سه یه بار این کیو رو بر حسب بی می نویسم بی کسی که بی یکی دیگه و حالا داستانش بیرونه داستانش اینطوریست که دو بار از غزه مقدار میانگین استفاده میکنه یه بار این را بحث غزه مقدار میانگین میزنی مقدارش میزنی یه بار دیگه یه عبارتی به دست میشه یه بار دیگه گذاشت دو بار که بتونید قبل از این مقدار میانگین به دست استفاده بکنید در میاد که ولی اکسوده تا دو تو نقطه به دست میاد اینجا که مشتقات پارکی مرحله دو با اول سیدی بعد سیدی بایی دیگه اول سیدی بایی بعد سیدی با هم برابر بعد وقتی این چیزی به سمت صرف به نقطه هر دو تو نقطه میل کنم به این بعد پیوستگی در این نقطه از این چیزی دو تا برابر داستانش چی کمچه مرحبیش Thank you.